با درود به شما بینندگان، چه بگویم، یاران، عزیزان تلویزیون ایران فردا. این موقع که من الان دارم با شما حرف میزنم، یعنی این لحظه که این برنامه داره پخش میشه، من در سفرم. برنامه رو یکم زودتر گرفتم برای اینکه از سفر باز نخوام این برنامه ویژه رو از طریق اسکایپ بیام. بنابراین گفتم خب برنامه رو میگیریم. رامین خانم همتی کرد و آمدیم در خدمت. قبل از شروع برنامه از بدید من یه توضیح براتون بدم، این خیلی مهمه. هوچیگری در سیاست عمل میکنه، یعنی هوچیگری همراه با فلفل و نمک عوامگرایی گاهی به بعضی از دولت مردان کمک کرد. توفه آرادان یک نمونه کامل اونا بود، عوامگرایی و در واقع جنجال درست کردن، هوچیگری، حلقه مقدس دور سرم و حاله نور پشت گردنم و اسرائیل رو نابود میکنیم، اینا قطنامه کاغذ پاره است بریزین تو سطل. اینا یه لحظه ممکنه به مزاق و مزاج بعضیا کارگر بشه، خوشحال بشن آقا ببین داره چی میگه، ما چقدر عظمت پیدا کردیم. زاکانی بگه 4 تا پایتخت عربی دستمونه، بعضیا خوشحال بشن آقا عظمت ایران تجدید شد. اینا رو یه لحظه آدم میتونه فکر کنه، یه لحظه ممکنه تای دلش هم خوشحال باشه، زدم تو چونه عربه لهش کردم. اینا رو آدمای عوام زده و طرفداران عوام زدگی و هوچیگری خوششون میاد، دنبالش میره. اما اگر آدم داره به مصالح عالیه کشورش فکر میکنه، اگه داره به ضوابط و روابط بین ملل فکر میکنه، خدا رحمت کنه مرحوم دکتر علی آبادی استادم، تا کسی میگفت حقوق بین الملل، میگفت بین الملل یعنی چی؟ ترکیب غلط بین ملل. به هر حال اون اینترنشنال رو میگفت بین ملل ترجمه کنی. و خب بعضی ها فکر میکنن آقا الان موقعشه، تنور عوام زدگی داغ، بچسبونیم هوچیگری رو نونشو و بهره ببریم. من هرگز تو زندگیم دنبال این قضیه نبودم، اعتقادی هم بهش نداشتم، چون همیشه میگم هوچیگری یه زمان محدودی داره، 2 روز، 5 روز، 10 روز. حقیقت که آشکار شد، احمدی نژاد رو ببینید، چه کسی امروز در جامعه ذره‌ای حرمت برای این آدم قائله؟ حتی سازندش، خالقش، رهبر جمهوری اسلامی، احترام و اعتبار دیگه برای او قائل نیست. به خاتمی بی‌اعتنایی میکنه، بد میگه، تصویرش رو ممنوع میکنه، کلمش رو، اما تای دلش میدونه اون یک سر و گردن ازش بالاتره، چون عوام زدگی نکرد، دنبال هوچی بازی نرفت. اینا تفاوت آدم هاست. در کار رسانه هم این مسئله خیلی مسئله مهمیه. یعنی شما میتونید در عرض یک ماه یک رسانه جنجالی بشید که هر چی میگه جنجال بپا کنه. ولی خب 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه. بعد از 4 ماه چی کار میکنید؟ میتونید خیلی راحت عکس مار رو به دیوار بکشید و فریاد بزنید ملت ایران عکس مار رو نمیبینید که من اینجا کشیدم، و هر چی که جوش بزه آقا مار میم الف رست، 1000 سال تو تاریخ ادبیات و فرهنگ با اینو گفتن، و گفتن اونایی که عکس مار میکشن چه در چنته دارن و نقششون چیه. بازم کسانی دنبال این کار. حالا چرا اینو گفتم؟ به این دلیل. دلیل حرف من از اینجاست که چند جریان در این ماهای اخیر اتفاق افتاد. در این جریانات فردی به نام آقای سلیمانی، سردار سلشکر سلیمانی، شد رمبوی ولی فقیه. برخوردها با این آدم
جورای متفاوتی بود. کامنت ها رو شما میخوندید درباره خبرهایی که پیرامون این آدم صحبت میکرد، بعضی جا میدید بعضی ها دارن به اون به عنوان رستم نگاه میکنن، بعضی ها دارن به عنوان اون یک آدم روین تن نگاه میکنن. پاشنه آشیل کجاست؟ چشم آسیب دیده کجاست؟ چشمی که آسیب میبینه. و گفتند و گفتند، کار به جایی رسید که قاسم سلیمانی سر از کوچه عرفان درآورد، زائر هفت شهر عشق شد. من نگاه میکردم اینا رو، نگاه میکردم، خودم رو میذاشتم جای اون شهروند عراقی که داعش اومده خونه و زندگیش رو نابود کرده و حالا اومدن شهرش رو آزاد کردن و او با چه شادمانی اومده بیرون استقبال کنه از مردانی که شهرش رو آزاد کردن. یه عده میان حسین حسین گویان، امثال قاسم سلیمانی هم جلوشون، خونش رو آتیش میزنن، زن و بچهش رو کتک میزنن، میزنن تو سرش، میگن به عمر فوش بده، اگر راست میگی به ابوبکر ناسزا بگو. خودم رو میذاشتم جای اون شهروند سوری که موشکای اهدایی جمهوری ولایت فقیه، افسران اعزامی سپاه خانش رو ویران میکرد، بچهش رو میکشت، همسرش رو نابود میکرد، به اون زنی که سپاه پاسداران شوهرشو کشته بود، پسرشو کشته بود، به اونا فکر میکردم، به مردم لبنان فکر میکردم که هر بامداد که از خواب بلند میشن نفرینی حواله تهران میکنن که نگذاشت رئیس جمهورشون 7 ماه انتخاب بکنه. به مردم فلسطین میاندیشیدم که اگر این صفا بین فتح و حماس برقرار شده بود و یک پارچه فلسطینی ها جلوی آقای نتانیاهو ایستاده بودن، اون نمیتونست از تعهداتش فرار کنه. حالا راحت دو دستگی ایجاد شده، اسرائیل و جمهوری اسلامی هم دامن میزنن، روز به روز فلسطینی ها درد بیشتری تحمل میکنن. خودم رو میذاشتم جای اون اهل غزه که خونش ویران شده، مدرسه بچهش، بیمارستانی که مادرش رو برای دیالیز می برد، همه اینا ویران شده به خاطر اینکه یه رژیمی هزاران کیلومتر اونورتر میخواد اسرائیل رو نابود کنه. داستان یمن پیش اومد. از روز اول من گفتم رژیم جمهوری اسلامی خطای بزرگی در یمن مرتکب شد. یمن با ما هم مرز نیست، هیچ نوع مشابهتی با ما ندارن. حتی زیدی های 4 امامی در اونجا به حنفی های سنی به مراتب نزدیک ترن تا به ما. این سینه زنی و زنجیر زنی هم صادراتی ایران بود به اونجا. شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، لعنت بر یهود صادراتی ایران بود. یمنی ها از این چیزا بلد نبودن. من یمن رفتم، میدونم. به هر روی دیدیم که نتیجه مداخله رژیم دامن زده شدن به جنگی شد که الان در جریانه و مردم یمن عذابش رو میکشن، چون از پایین حوثی ها و دار و دسته فاسد علی عبدالله صالح، دزد بزرگ یمن، مردم رو میکوبن، از بالا هم که هواپیما دارن بمب میریزن. این نتیجه مداخله جمهوری ولایت فقیه در یک داستان بسیار پیچیده شد. خود یمن داستانش بسیار پیچیده است، اما جمال بن عمر نماینده سازمان ملل داشت ماجرا رو حل میکرد. خب وقتی یمن اونجوری شد، تبلیغات علیه عربستان شدید شد، چون جمهوری اسلامی یمن رو بلعیده فکر میکرد. حتی وقتی آقای ظریف دور آخر مذاکرات رفت، برگه یمن در دستش بود، منتها برگه سوخت، یه دفعه افتاد زمین. در این گیرودار ناگهان داستانی از جانب یک خبرگزاری مشکوک وابسته به اطلاعات سپاه به نام بهار نو نوبهار
منتشر شد که به دو جوان ایرانی در عربستان تجاوز شد. در بله دولت نوبهار که در عربستان به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده تجاوز شد. اگر این داستان حقیقت داشت، مطمئن باشید به عنوان یک ایرانی که به ایرانی بودنم افتخار میکنم و همه جا مدافع ایرانی هستم، چه در شکنجهگاه کهریزک بچه های ما مورد تجاوز قرار بگیرن و ولی فقیه ککش نگزه، آقا مشتبه اصلا ناراحت نشه، آقای مرتضوی رو تشویقم بکنه، چه اونجا چه اگر تو عربستان تجاوز بهشون میشد یا تو هر جای دیگری، قرص و محکم میایستادم. کما اینکه هر اهانتی به ایرانی بشه میایستم جلوش، گو اینکه مسببش جمهوری ولایت فقیه. بارها اینجا بهتون گفتم رفتار بدی که در دبی با ایرانیا شد، اومدم و داد زدم و در موارد مختلف من رفتم دنبال این ماجرا، چون میدونستم پایه اساس نه، میدونستم چیز دیگه. چرا؟ دو دلیل عمده. مأمور خاطری در عربستان حتما پیدا میشه، جنایتکار حتما پیدا میشه، کسی که قانون زیر پا میذاره حتما پیدا میشه، کسی که کینه بد به ایرانی داره پیدا میشه. اما در جایی که هزاران مسافر وارد و خارج میشن، چگونه دو مأمور دو تا زائر رو میبرن بهشون تجاوز میکنن؟ من رفتم دنبال قضیه، تحقیق کردم، داستان معلوم شد اینجوری بود که براتون در برنامه‌ام نقل کردم که دو زائر چون میان رندام چک میکنن آدم ها رو برمیدارن میبرن بازرسی بدنی لخت میکنن و ایکس ری میکنن، جوونا بهشون برخورده، داد و بیداد کردن و اونا هم عکس برداری کردن و بازرسی بدنی کامل. اینا اومدن بیرون داد و بیداد کردن، اعتراض کردن، رژیم هم نه، رژیم همشون هم نه، چون خیلی هاشون اومدن گفتن آقا تجاوز نبوده، شبه تجاوز بوده، تعرض بوده، انواع واژه ها رو به کار برد. خب حالا من آیا باید هوچیگری میکردم داد بیداد یا میمدم واقعیت رو براتون میگفتم؟ کدوم درست بود؟ واقعیت رو گفتم. آقا دیدین گفتیم این مال عربستانه، دیدین گفتیم این تلویزیون عربستانه. شرافت انسانی و شرافت حرفه‌ای به من اجازه نمیده به اینا پاسخ بدم، چون هرگز من با اینا دشمنی ندارم، من با یه جا مخالفت دارم، با جایی که حق منو گرفته برای اینکه به وطنم برگردم، به سر خاک پدرم برم، به پیشانی مادرم بوسه بزنم، روی خاک وطنم بمیرم، من با اون مخالفم، با اون که حق هم وطن منو گرفته، با اون که به زن ایرانی اجازه نمیده تو استادیوم بره، آزاد لباسش رو انتخاب بکنه، دموکراسی رو خفه کرده، من با اون مخالفم. با آدمهایی که برای کاسبی یا دکان یا از این حرفا با من یا با تلویزیون مخالفت میکنم من دعوایی ندارم، کار خودشونو بکنن، انشالله کاسبیشون هم پر رونق‌تر بشه. ولی فقط این چند موضوعات رو گفتم براتون، هرگز تابع هوچیگری نمیشم، هرگز عوام فریبی نمی کنم و عوام زده هم نمیشم. اینا مسیر زندگی منه در طول 40 سال یا بیشتر کار مطبوعاتی و میدیا و رادیو تلویزیون کردم. هرگز یه پرنسیپایی هست نباید ازش گذشت. پا تو بذاری این ور باختی بازی رو، چون در کوتاه مدت میتونی حقا بشی، یه ادم بیان توی میدون بگن منتظر که تو با هواپیما برسی و با همدیگه اونجا مشغول رقص بشی، میتونید بهارستان رو همون یک ساعته تسخیر کنی، ولی چند ساعت بعد معلوم میشه اینو هوچیگری بوده، عوام فریبی بوده. به این مسائل من پای بندم، محال پامو کج بگذارم. درود بر همه شما، میشنویم صداهای نازنینتون. سلام میگم برای بچه های شبکه ایران فردا. میخواستم از دکتر نوری‌زاده خواهش کنم که اگه مقبول برنامه پنجره رو به خانه پدری رو ساعت 8 شب پخش بکنن، جوری پخش بکنن که ما از سر کار میایم بیننده فراپا قرص این برنامه هستیم برسیم، ما فقط به دلخوشی حرفای دکتر
آقای فرحبخش و استاد های دیگه روزگار رو سر میکنیم. خیلی خیلی از آقای دکتر ممنونم، برای ما مرهمیه، برای ما مسکنیه حرفاش. دلمون خوش به حرفاش، دلمون خوش به برنامه‌اش، چون راست و حسینی و صادقانه پخش میکنن برنامه. ما همه شبکه‌ها رو میبینیم دیگه، ملت ایران تشخیصشون بالا رفته، میفهمن کدوم شبکه راست میگه، کدوم شبکه دروغ میگه، کدوم شبکه تهمت و برفای بد و بیران میزنه، همه اینا رو میفهمن. خیلی خیلی ممنونم از آقای نوری‌زاده. سپاسگزارم عزیزم، ازت ممنونم. تغییر ساعت برنامه یکم مشکله. ما به خاطر تغییر ساعت‌ها یه مدتی ساعت 8 شده بودیم به وقت ایران، ولی اجازه بده، خب چون برنامه تکرارم میشه، الان که 8 ساعت برنامه‌مون شده، غیر از پخش مستقیممون دو نوبت دیگه پخش میشه و یک نوبتش البته به نیمه شب میفته، ولی یه نوبتش در بامداد و شما میتونی اول وقت قبل از اینکه سر کار بری ببینی. تازه اگرم یک اینترنت داشته باشی خیلی راحت تمام برنامه هیچ فکر نمی کنم تلویزیونی چنین آرشیوی داشته باشه. کاری که آرش میکنه فوق العاده است و به هر حال ازت ممنونم عزیزم. هموطن بعدی، با درود به شما آقای نوری‌زاده عزیز، اول میخواستم تشکر کنم از تحلیل های بسیار خوبتون و برنامه پنجره رو به خانه پدری. آقای نوری‌زاده، من توی فضای مجازی مثل یوتیوب، بالاترین، فیسبوک فیلمی دیدم که شما مرگ خانم فرح پهلوی رو تایید کرده بودید. میخواستم ببینم آیا این خبر صحت داره یا نه. لطف میکنید اگر که شما به ما توی برنامه‌تون خبرش رو بدید. خیلی ممنون. خب من که توضیح اینو دادم، نمیدونم همکاران من هنوز اون دو تیکه رو دارن دم دستشون که من یه بار دیگه برای شما پخش کنم. من اومدم خبری رو که جمهوری اسلامی جعل کرده بود باز گفتم و گفتم اینا جعل کردن، خبر مرگ شهبانو رو گفتن و حتی طول و تفصیل دادن جسدش مومیایی شد، نمیدونم به خاطر بچه‌هاش. بعد همون از ما بهتران، فقط اون تیکه‌ای که من اصل خبری که اینا جعل کردن میخوندم در آوردن گذاشتن رو یوتیوب برای عالم و آدم فرستادن. و این شرافت نیست دیگه. وقتی شرافت نبود، یه بارم عطای معینی رو مدیر جی الویز عزیز که بسیار سپاسگزارم ازش، آماری که برای من فرستاد واقعا سربلندی من بود، خوشحالم بعد از این مدت کوتاه آمار بینندگان ما در جی الویز تا این حد بالاست. من اونجا از عطا تشکر کردم، در آغاز تلویزیون بود، گفتم از عطای معینی عزیزم بسیار سپاسگزارم که چقدر منو راهنمایی کرد. اینو در آوردن گذاشتن. من از ولیعهد عربستان تشکر میکنم. ولیعهد عربستان رو در یک مطلب دیگه در آوردن، از صدای من گذاشتن توی این تکه و پخش کردن. چه کامنت ها دادن، چه کسایی دادن، چه حرفایی زدن دوستان خودم. و وقتی میدیدن اصل فیلم رو خجالت زده میشدن. حالا این اصل و فرع رو ببینید، اون که من گفتم، اونی که من اول گفتم کامل، و اونی که از حرف من در آوردن. نگاه کنید دوست عزیزم تا براتون روشن بشه. امیدوارم پیداش کنم بگذارم براتون. و بعد دستگاه اطلاعات رژیم خبری رو منتشر کرد به طور گسترده در سایت ها و همینجوری برای همه فرستاد پیامک و غیره که ملکه پیشین ایران شهبانو فرح پهلوی به سکته قلبی درگذشت. طوری هم خبر رو با طول و تفصیل نوشته بودن که بله ایشون یه دور بعد از درگذشت فرزندانش دچار سکته شد، جسد به قاهره منتقل شد مومیایی بشه که در کنار همسرش دفن بشه. ببینید رژیم به چه روزی افتاده. یعنی این نشان دهنده اینه که هنوز از ملکه پیشین ایران که محبوب قلوب میلیون ها ایرانی هست هنوز وحشت دارن. براش چندمین باره دارن داستان میبافن. و شما میگن اینا میرن با امریکا دوستی میکنن، رفیق میشن با امریکا، اینا خواب و خیاله. هیچ با امریکا اینها نزدیک نخواهند شد. فقط داستان همین منافع و مصالح امروز با عراق. خب امریکا مگه به نفع
این چیزی بود که من تو برنامه‌ام گفتم. چیزی که اونا تو یوتیوب گذاشتن این بود: ملکه پیشین ایران شهبانو فرح پهلوی به سکته قلبی درگذشت. ملاحظه فرمودی؟ وچتن با صلات و انتم سکارا. انتم سکاراشو بزن میشه آقا از صلات، از نماز یا تجنبو، از نماز پرهیز کن. ولی میگه و انتم سکارا و شما مستید، اگه مست بودید. و خیلی خیلی برای من، خیلی برای من عجیبه، ولی خب کاری که میکنیم همون تسلیم هوچی بازی نشدن و هوچی های جهان رو راه ندادن میشه همین. میزنن آقا، میزنن جمهوری ولایت فقیه، میزنه نوکراش، میزنن حاسدان، میزنن، هیچ اشکال نداره. ما ایم و نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریف مایی. هموطن بعدی. با عرض ادب خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای نوریزاده، ابتدای دو بیتی خدمت حضورتون: لورو ترک و بلوچ و عربه، اتحاد و سلان نوریزاده، التمزین دایاغو دکتر نوریزاده، سنه قربان میزم اشقایی علمز، مصدق یولم گیدن دکتر نوریزاده. واقعا در حیرتم در بین 60 میلیون مردم، روشن فکرا، نظامی ها، که یک عمر به خاطر اون خطای بزرگ تاریخی 57 به نسل آینده بدهکاریم، یک آیت محققی ها یا شاپور بختیاری ها پیدا نمیشه. امروز مجسمه فردوسی را برمیدارن، فردا سر خانم ها لچک میکنن. مردم نذارین فردا دیر بشه به یک کره شمالی مبدل بشیم. و یک سؤال تاریخی: آیا فیلمی یا عکسی وجود دارد که آقای خسرو و قشقایی همراه خمینی در مفل و شاتو بوده؟ و آیا صحیح هست که با بالگرد حامل اماننامه خسرو و قشقایی از طرف خمینی توسط افراد ناشناس متلاشی شده است؟ زنده باد آزادی، پاینده ایران. سپاسگزارم دوست من، بسیار ممنونم از اون شعرت. من لیاقت این رو امیدوارم داشته باشم که اینقدر مشمول مهر شما بشم. حضور درس کنم چه قشنگ بود، تمام اقوام رو یاد کرده بودی. در مورد خسرو خان قصه عجیبی است. چند هفته قبل عبدالله نامی که لو دهنده خسرو خان بود، که به حمامی که در شیراز رفته بود آمدند و او رو دستگیر کردند و به قتل رسوندند، توسط ناشناسانی به قتل رسید و بر بالینش نامه‌ای گذاشتند که این به انتقام خون خسرو خان قشقایی است. در پاریس ناصر خان، خسرو خان اینا به دیدن خمینی رفتن به اصرار آقای دکتر سنجابی و سران جبهه ملی مرحوم فروهر، و گمانشون این بود که خمینی هم شاید مثل کاشانیه و سیاسیه و میتونن باهاش کنار بیان. خسرو خان اتفاقا روابط خوبی با کاشانی داشت، اما قصه جور دیگری بود. ناصر خان خیلی زود اینو فهمید، ولی خسرو خان به ایران آمد، به نمایندگی مجلس انتخاب شد، اعتبارنامش رو رد کردن. دکتر مدنی تو مجلس بلند شد گفت، شادروان گفت، در مجلسی که خسرو قشقایی رو رد میکنه من نمیخوام افتخار نمایندگی توش داشته باشم. به هر روی آن بزرگواران رفتن. در مورد هلیکوپتر من چیزی نمیدونم. هموطن بعدی. سلام آقای دکتر نوریزاده، از تبریز زنگ میزنم. میخواستم عید نوروز را بهتون تبریک عرض نمایم. 60 سالمه، هنوز مریضم، محصورم. خداحافظ، متشکرم. سپاسگزارم دوست من، آرزوی سلامتی برای شما دارم و آرزوی این که هرگز مهجور و معزول نباشی. همین که در خاک وطنی پات روی
زمین تو آذربایجان عزیز ما هستی خودش نعمتی است. من یکی از اون محرومم. هموطن بعدی جناب آقای نوریزاده، سلام علیکم، خسته نباشی، سال نو به شما تبریک میگم، امیدوار هستم که سال خوبی داشته باشید. برنامه شما بسیار خوبه و خیلی عالیه، مخصوصا جناب عالی که اجرای برنامه میکنید، ماشاءالله خیلی تحلیلاتون به روزه و خیلی خوبه و امیدوار هستم که خبرهای خوشی در رابطه با آشتی و سولی که در خصوص انرژی هسته‌ای است که به ملت ما داره فشار می آورن. شما ایرانی هستید، تحصیل کرده هستید، ماشاءالله در روزنامه کار کردید، یه فرد بسیار دوست داشتنی هستید، در ایران جا افتاده، هم تلویزیون شما هم برنامه شما، منصفانه صحبت می کنید، عاقلانه صحبت می کنید، عارفانه صحبت می کنید. و یه خواهش هم از شما دارم، اگر امکان داره شب 13 به در از مهوش شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده یا مولا دلم تنگ آمده از او بدارید برای من، یا از احمد زاهر از افغانستان یه فرد سیاسی شجاع هست، از ایشون برای ما ترانه بذارید. خیلی دوستت دارم، به عنوان پدر بنده هستی، عزیز من هستی. فقط میخوام بگم که برنامه‌تون تو ایران و خودت خیلی عالی جا افتادین، اگر میشه برنامه‌تون و اخبارتون رو بروز کنید. تشکر، التماس دعا، ایشالله که سال خوبی داشته باشید. عسکری هستم از شهرستان گردوگاه. سپاسگزارم جناب عسکری عزیزم. اتفاقا یه چیز جالب براتون بگم، هفته گذشته من پیام شما رو شنیدم، چون قرار بود پخش بشه متوقف شد، دفعه همکاران گفتن تموم شد. برای اینکه حداقل اون کار شما رو انجام داده باشم، در برنامه فکر میکنم روز بله برنامه روز جمعه بود، در اون برنامه جمعه گذشته آهنگی از استاد مهوش پخش کردم و امیدوارم شنیده باشید و رضایت خاطر شما جلب شده باشه. هموطن بعدی وای فکر نمی سلام فکر نمی کردم بتونم باهاتون تماس بگیرم آقای دکتر نوریزاده. البن آرزو می کنم چهار ستون بدنت سالم باشه و بتونی کماف سابق بیش از پیش به کارت ادامه بدی تا انشاءالله به هدفت برسی. دوستتون داریم، خدا نگهدار. سپاسگزارم عزیزم، منم روی ماهتو میبوسم، بسیار ممنونم. هموطن بعدی. الو سلام آقای نوریزاد، سلام علیکم. خیلی کوچیک شما هستین، ارادت دارین، از شیراز تماس میگیرم. انشاءالله کمش پایدار سربلند باشی، افتخار ما هستی. ما هر زمانی که شما رو ببینیم افتخار میکنیم، انشاءالله هیچ موقع لبخند رو لبت کاسته نشه. ما از دورا دور شما رو میبوسیم، از شیراز تماس میگیرم، خیلی دوستت دارم، خیلی دوستت دارم، خداحافظ شما. قربان عزیزم، شیرازی بود دیگه، پر از عشق و باور نمیکنی چقدر دلم تنگ شده. این خیابون زند و یه بار با علیرضا میبودی بریم تا ته، پرویز خائفی رو ببینیم داره میاد، منصور اوجی رو ببینیم داره میاد، بچه های شیراز همشون هستن، آخه شاپور بنیاد رفت، پیمان جهانبین رو ببینیم و بریم در یکی از آن شبهای قصر و دشت، یا بریم سر خاک سعدی یا حافظ، بریم به چهلتن، بریم به هفتن. عجب روزگاری. هموطن عزیزم جانم بفرمایید. با درود، وقت اصلا نباشید جناب دکتر. وقتی که حاکمیت سیاسی جهان، سیاسی نظامی جهان وظیفه خودش را که آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی در سراسر جهان را فراموش میکنه، این میشه که استبداد در بیشتر یک عده حاکمان مستبد، حکومت های مستبدشان رو ادامه میدن. ولی خالق هستی طرفدار حاکمیت مردم هست و این مردم هستن که باید بر سرنوشتشون حاکم باشن و تمام کسانی که حتی
در هر کشوری فرقی نمی کنند، در حق مردم بی ستم کردن و حقوقشون بی گذاشتن باید مجازات بشن. ممنونم دوست من، مطمئن باشید مجازات میشن. به همین سادگی نیست که شما ببینید پینوشه اون یکی دو سال آخر اون والا سناتورش هم کرده بودن، ثروتش هم داشت، امکانات داشت، به چه وزاریاتی بود. اینجا اومد گرفتن تو خونه، از دادگاه حکم گرفتن اجازه خروج نداشت. اسپانیا رفت با چه وضعی. خلاص میخوام بگم رها نمیشن، بالاخره باید یه جا پس بدن. ایدی امین پس داد، قذافی پس داد، صدام پس داد، آقایونم پس خواهند داد، مطمئن باشید. هموطن بعدی. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای دکتر نوریزاده عزیز و دستاندرکاران برنامه ایران فردا، شبکه ایران فردا و بینندگان عزیز. اول از هر چیز باید تشکر کنم از این دانش و بیانات شما که به ما میدید، خیلی ممنونم. در ادامه صحبت‌های پدرم میخواستم چند کلمه ای رو به بینندگان شما دکتر نوریزاده عزیز بگم. من مدت 7 ساله که بیماری سرطان دارم، تا کنون 30 تا عمل کردم و 4 سال شیمی درمانی شدم. باور کنید تو این 7 سال چه بیت رهبری، چه کمیته امداد، چه بسیستی، هر جا بگید من رفتم و الان 7 ساله با عصب دارم را میرم. ولی تو این 7 سال هیچ کمکی حتی 1000 تومانی به ما نشده. هر جا رفتیم ما رو خواستادن جای دیگه. نمیدونم صدا چرا قطع شد متاسفانه. نوار یعنی پایان متاسفانه ایشون ادامه نداد صحبتشو. بسیار متاسفم فرزند نازنینم. ای کاش از دست ما کاری برمیمد. یه بانوی زنگ زده بود و راجب وضع بیماری فرزندشون صحبت کرده بودن که من اینجا اشاره کردم، گفتم اگر شاید هموطنانی پیدا بشن در ایران بخوان بهشون کمک کنه. در حال ایشون نمرشون رو اینجا گذاشتن، اگر دوستانی هستن که کمک بکنن من دیگه نمیخوام ایشون رو پخش بکنم، شاید اعلام نمرشون به صورت عمومی درست نباشه، ولی اگر واقعا کسانی میخوان کمک کنن میتونن زنگ بزنن، شماره ایشون رو در اختیارشون میگذاریم، خودشون برن ببینن و به این جوانی که نیازمند کمک هست و عمل بسیار سنگینی در پیش داره اگر میتونن کمک بکنن. هموطن بعدیمون. سلام به آقای نوریزاده و برنامه خوب و عالی شما. همونطوری که شما گفتید که تماس گرفته بودم به خاطر پسرم، گفتم که بیماری خاصه، هرچی داشتم واسهش خرج کردم، الان دستم خالیه، هیچی ندارم و شرمنده بچم نشم، از شما تقاضای کمک کردم که شماره تلفن با گفتن من شاید کسی تونست به من کمک کنه، چون بچم به تازگی میخواد بره بیمارستان به سریشه برای پاش. دستبالم خالیه چون مدت 7 سال بافش خرج کردم، دیگه چیزی ندارم. در ضمن چون بیکارم میباشم، در این مدت هرچی داشتم برای پسرم خرج کردم، حالا چی ندارم واسه درمانش و شرمنده بچم نشم. اونطوری که شما گفتید یه شماره لطف کنید، منم شماره 0. بله ایشون هم باز هموطن دیگری بودن درباره فرزندشون مثل همون بانو شمارهشون رو گذاشتن که من شماره رو خواهش کردم شماره پخش نشه، چون بعد دردسرشون میشه، بعضی ها ممکنه بیمهری کنن، دستگاه مربوطه اذیتشون بکنه که چرا با فلان تلویزیون حرف زدی. ولی شماره نزد من محفوظه و هر کس هموطنانمون واقعا اگر میتونن به این پدر و به اون مادر کمک کنن تماس بگیرن، من شماره رو در اختیارشون میگذارم، دیگه تحقیق بعدش با خودشونه، من از اینجا نمیتونم
صحت و سقم مطلبی رو تایید کنم و این میمونه برای شما که خودتون تحقیق کنید و اگر لازم است کمکی بکنید. هموطن بعدی. الو آقای نوریزاده سلام، عرض کردم من از کرمان متواصل میشم، برنامه هاش بار تماشا میکنم و از تو ممنونم. خدا نگهدار. خدا سپاسگزارم عزیزم. کرمانی مختصر کوتاه و مهرش رو ابراز کرد. هموطن بعدی. شب روز شما بخیر. چون من از اروپا صحبت میکنم، الان دو سه روزه که بازپخش برنامه آقای دکتر نوریزاده خانه پدری پخش نمیشه، نمیدونم علت چی است. سپاسگزارم عزیزم. چنین اتفاقی نیفتاده، احتمالاً یا ساتلایت شما بوده یا تغییر ساعت بوده. بنابراین که میدونید تغییر ساعت، یه دفعه ما با اروپا یکی شدیم، بعد دوباره باز تغییر ساعت شد، ولی ما اینجا ثابت به وقت بریتانیا 3:30 بعد از ظهر و به وقت ایران ساعت 7، بجز اون دوران کوتاهی که ساعت 8 شده بود. دیگه ما هی بخوایم تغییر بدیم ناجور میشه، ولی ما به وقت بریتانیا ساعت 3:30 بعد از ظهر برنامه تلویزیونمون شروع میشه به مدت 8 ساعت و تا 11 شب بریتانیا تا 11:30 ادامه پیدا میکنه که خب به وقت تهران میشه مثل 2:30 اون موقع میشه. هموطن بعدی. با سلام جناب آقای دکتر نوریزاده عزیز و ممنون از تلویزیون خیلی خوب و حرفه‌ای که دارین و ما خیلی خیلی دوست داریم شخص شما رو و برنامه های شما رو و واقعا ارادت خاصی به شما داریم. قربان، من فقط خواستم اینو خدمت شما بگم که من البته الان کانادا زندگی میکنم، ولی در مدتی که ایران هستم به هر جایی که میرم این ماهواره یوتلسات رو ندارن، یعنی اکثر مردم، چون ماهواره‌ای روش نیست، فقط شما هستین و این کانال مزخرف مجاهدین و بی بی سی که خب سه جای دیگه هم بی بی سی داره، ولی ماهواره‌ای که خیلی ایران مورد استفاده هست و همه دارن به خاطر کانال جم و ریور و کلیه کانال جم و الان اکثرا خب بی بی سی هم وقت اونجا، من و تو هم اونجا، بدون پارازیت هست، یاهست هست و به خاطر اینکه تلویزیون شما بیشتر بیننده داشته باشه، من فکر میکنم اگر بتونین این ماهواره رو عوض کنین و روی یاهست باشید، حتی روی هاتبرد، یعنی حالا هاتبرد یه خود پارازیت داره ولی یاهست نداره، ولی این دوتا ماهواره هایی هستن که مردم LMBشون رو دارن، اکثر مردم در ایران، ولی یوتلسات رو به خاطر اینکه ماهواره ایرانی روش نیست خیلی، یعنی اکثر کسایی که من در اطرافیانم میشناسم این LMB رو ندارم و شون مورد استفاده این است و اینو خواستم گوشزد کرده باشم و به خاطر اینکه برنامه شما رو مردم بیشتری ببینم. ممنونم دوست عزیزم. از میدونم که یاست خیلی پاپولاره اونجا هست و ما هم این کار رو داریم میکنیم. بهتون گفتم واقعا امکانات ندارم، من امکانات محدودم، اجازه ندادین گام بلند رو بردارم. گام بلندیه، باید دو ستلایت رو تأمین کنم، چون اگر روی تلسط برم تمام اروپا و جاهای دیگر رو از دست میدم، چون یاست فعلا در محدوده خاورمیانه است. اما حتما این کار رو داریم میکنیم، مطمئن باشید. و در این حال یوتلسات هم فقط دوتا کانال روش نیست، خیلی کانال های دیگه هم هست، کانال های ایرانی. به هر حال ایران سربلند، علیرغم این همه دارن ما رو میبینن، خیلی جالبه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوریزاده، همه شما را به پروردگار عاشق میسپارم تا هفته آینده همین ساعت همینجا. Thank you.